ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صحبت برای پارلمان لیتوانیا از اتحادیه اروپا خواست تا بر تولیدات نفت روسیه و بانک‌های روسی تحریم وضع نماید تا روسیه درک نماید که جنگ مصیبت بار است و باید صلح برقرار شود. هر آنچه امکان پذیر است باید انجام شود و اتحادیه اروپا به تعرضات روسیه با شدت واقعی و متحدانه پاسخ دهد. ما نمیتوانیم انتظار بسته هفتم، هشتم، نهم و دهم و بیستم تحریم ها علی روسیه بمانیم تا در نهایت تصمیم قوی گرفته شود. با آنچه اکنون نیاز است بسته تحریم های ششم است. اتحادیه اروپا باید این کار را بکند و نفت روسیه و بانک های روسی تحریم شود. طبق گفته وزرای خارجه، مقامات اتحادیه اروپا روی لایحه تازه که احتمال تحریم نفت روسیه است کار میکنند. اما تاکنون توافق برای ممنوع قرار دادن تولیدات روسی صورت نگرفته است. این در حالی است که پوتین میگوید عملیات نظامی روسیه در اوکراین بدون شک این کشور را به آنچه اهداف شریف خود خوانده است نایل خواهد گردانید. اهداف ما در عملیات نظامی در اوکراین مطلقاً روشن و شریف بود. از شروع میخواستیم به این مسئله توجه همه را جلب کنیم. در اعلامیه‌های اولیه من به مردم و قوای نظامی اهداف خود را روشن ساختم و هدف ما کمک به مردم دانباس بود. اما پوتین در برابر تلاش‌های غرب برای انزوا قرار دادن مسکو هشدار داد و گفت این تلاش‌ها ناکام خواهد شد و از موفقیت برنامه فضایی روسیه با عنوان پیشرفت در شرایط دشوار یاد نمود. ما نمی‌خواهیم که در انزوا قرار بگیریم. ناممکن است که در جهان عصری کشور بزرگ مانند روسیه به شدت در انزوا قرار داده شود. به همین خاطر ما با شرکایی که می‌خواهند همکاری کنند به کار خود ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر یک مقام ارشد نظامی ناتو در کره جنوبی میگوید ناتو علاقمند همکاری با شرکای دموکراتیک است و به احتمال ملحق شدن کشورهای فنلاند و سویدن اگر بخواهند اشاره نمود. باید باری دیگر تصریح کنم که ناتو یک متحد دفاعی است و هدف آن حفاظت از آزادی و حقوق دموکراتیک 1 میلیارد اتباعی که در خاک اروپا هستند میباشد. ما علاقمند هستیم تا با شرکای دموکراتیک در سراسر جهان کار کنیم تا مطمئن شویم که حاکمیت قانون بر قانون زور و فشار عملی می شود. در انکشاف دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه به منطقه شرق دور آمور برای ملاقات با الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس سفر نمود که روی همکاری میان دو کشور متمرکز خواهد شد. لوکاشنکو در صحبت با پوتین اصرار نموده است که بلاروسیه باید در مذاکرات برای رسیدن به راه حل منازعه اوکراین دخیل باشد و گفت این کشور به طور غیر منصفانه به عنوان همدست کشور معترض لقب داده شده است. جنگ در شهر ماریپول روز شنبه نهایی شد و نیروهای اوکراینی به ازووستال شهر صنعتی و آخرین شهری که در کنترل قوای روسی بود داخل شدند. اوکراین کنترل شهر ماریپول را به دست گرفتند. این شهر هفته‌ها مورد بمبارد روسیه قرار گرفته است و هزاران نفر در آن جان باختند. زلنسکی در صحبت شام دوشنبه گفت روسیه در تهاجم تازه علیه شهر ماریپول ممکن به اسلحه‌های کیمیایی در شرق دانباس دست یافته باشد، اما نگفت که از آن استفاده نمودند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.